بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز بالاخره انتظارها به پایان رسید و من اومدم. این صدای دستم بودا دیگه، اون صدا رو نمیدونم شنیدین یا نه، ولی به هر صدای دستم بود اینطوری کرد. من اومدم با نقد برند ریر بیوتی که سلینا گومز اومده برند آرایشی زده و اسمشو گذاشته ریر بیوتی و خیلی چیزا هم هست که یهو با هم دیگه لانچ کرده، از کرم پودر و کانسیلر بگیر تا خط چشم و رژ لب و رژ گونه و نمیدونم هایلایتر و پرایمر و همه اینا. حالا من دقیقا روزی که لانچ شد همه چیزاشو خریدم بجز دو تا چیز. یکی رژ لبای معمولیشو نخریدم، رژ لبای مایعشو خریدم ولی اون معمولیا رو نخریدم. یکی هم دو تا براش داشت که نخریدم ولی بقیه چیزا شد. خواهش میکنم، عرض میکردم، ولی بقیه چیزاشو همه رو خریدم و به خاطر اینکه میخواستم کامل بتونم براتون درست نقدش کنم، الان چند روزه که دارم از این چیزا استفاده میکنم که دقیقا بتونم دیگه نظر واقعیمو بهتون بگم. در نتیجه الان ما شروع میکنیم با پرایمرش. اینا هم من دوباره گذاشتم تو جعبه که بتونم بهتون پکیجینگاشم نشون بدم. اینا پکیجینگاشه که خیلی باکسای مثلا ساده و قشنگ و چیزی داره، دو تا سایز داره، من سایز کوچیکشو گرفتم. و این پرایمر یک پرایمریه که خیلی هم مرطوب کننده است هم صورت رو براق میکنه، یعنی برای کسای خوب نیست که صورتشون منافذ داره یا صورتشون چربه یا کلا میخوان صورتشون رو مات کنن، برای کسای خوبه که میکاپ های مثلا خوره براق تر دوست دارن. این پرایمر است خب، و من اینو حالا من خودم سعی میکنم که اینو روی مثلا بینی و اینا نزنم به خاطر اینکه من اونجاها منافذم بزرگه، تقریبا نمیخوام هم روش فوکس کنم همین که بدن چرب بشه. ولی پرایمر یه مدلیه که وقتی که مثلا بهش خوب دقت میکنی و روی دست وقتی که میزنی انگار که مثلا صدفیه، انگار که مثلا دونه های خیلی ریز اکلیل توشه که اونا مثلا باعث میشه که پوست خورده براق بشه، این شکلی میبینی. ولی با این که میگه این پرایمر مرطوب کننده است، ولی من حتما پیشنهاد میکنم که شما مرطوب کننده خودتون رو زیرش استفاده کنین، به خاطر اینکه اصلا اونقدی مرطوب کننده نیست که دیگه مثلا خودش به تنهایی کافی باشه. بعد میریم سراغ کرم پودر. کرم پودرشو من اول که آنلاین سفارش داده بودم، حالا اونایی که استوریا رو نگاه میکنن دیدن که من رنگای تیره خیلی سفارش داده بودم، به خاطر اینکه اون رنگی که زده بود رنگ خود سلینا گومزه، من فکر میکردم که خب من قطعا از سلینا گومز رنگم تیره تره، مثلا چند درجه تیره تر از اون سفارش داده بودم. بعد که رسید دستم دیدم نه بابا خیلی تیره است، و دیگه رفتم توی خود سفورا اونجا کالر مچ کردم و دیدم که دقیقا همون رنگ که خودش میزنه به من میخورد. تازه هنوز یه کوچولو شاید مثلا یه اپسیلون برام تیره هم هست. این کرم پودرشه که خیلی پکیجینگ باحالی داره و روشم نوشته که حتما باید همش بزنین قبل از اینکه بازش کنید. من چون نمیدونستم همون موقع که گرفتمش اینجوری مثلا درشو باز کردم، به هوای اینکه خب آدم کرم پودرای دیگه توی نظرشه دیگه، اینجوری درشو که باز کردم این هنوز مثلا انگار که اون قسمت روغنیش، حالا اون قسمت مایه شفافش ازش جدا بود و روش وایساده بود. من تا اینو اینطوری کردم اینجوری ور ازش ریخ رو مبل و ریخ رو خودم و فلان و اینا، و من فهمیدم که اینو حتما باید هم بزنی، همین که اینجوری صاف بازش کنی وگرنه میریزه. توش هم حتی از این بیلبیلک ها داره. اپلیکیتورش هم اینطوری مثل حالت مثلا مال کانسیلر ولی بزرگتره و خود کرم پودر هم خیلی مایه روونی داره، یعنی شله. اینو میگه که کرم پودریه که خیلی مرطوب کننده است و خیلی طبیعیه و مات نیست و اینا، و کاوری که میگه داره میگه میدیوم تو فول، یعنی میدیوم تا کاور بالا، که ولی حالا من الان اینو استفاده میکنم شما میبینین، به نظر من اینجوری نیست ولی حالا الان میزنم شما ببینین. یه دونم اسفنج زده که این اسفنجو شما اگر نگاه کنین، حالا این شکل کلیشه ولی نمیدونم حالا چقدر توی دوربین مشخصه، خیلی چی میگن عین مثلا اسفنج واقعی، قشنگ سوراخ‌های مثلا بزرگ بزرگ توش داره، مثلا بیوتی بلندر نیست که انگار وقتی همینجوری نگاش میکنی یه سطح تقریبا صافه، این قشنگ مثلا مثل اسفنج اون سوراخ‌ها و اون پرزا و اینا رو مثلا روش داره. و خب سایزش هم که بزرگه تقریبا، به خاطر اینکه این الان البته خیس شده شه ولی در کل بزرگه. میبینی به خاطر این سطح خیلی صافی که نداره، من حس کردم که یه خورده کرم پودر رو یه دست پخش نمی‌کنه، یعنی مثلا یه کار اضافه تری احتیاج داره تا آدم بتونه مثلا کرم پودر رو صاف صاف باهاش پخش کنه، ولی میشه، یعنی مثلا اینجوری نیست که نشه.
خب من این کرم پودر رو به همه جای صورتم قشنگ میزنم، زیادم میزنم به خاطر اینکه اگه کم بزنی مثلا کاورش اونقدی نیست که من دلم میخواد، و با همین اسفنج خودش شروع میکنم بلند کردم. ببینی میگم یه ذره هنوز این کرم پودر بر من تیره است. این رنگی که من دارم که رنگی هم هست که خودش میزنه رنگ 250. خب ببین این الان یه لایه کرم پودر که من زدم و این شکلی روی پوست وایساده. خیلی خیلی کرم پودر سبکیه، یعنی مثلا همینجوری هم که من زدم اصلا احساس سنگینی یا احساس اینکه چیز اضافه به پوستم زدم، پوستم چرب و چیلی شده یا مثلا چسبونکی شده و اینو اصلا نداره، و واقعا این یه چیز خوبیه که این کرم، یه حسه یعنی خیلی خوبیه که این کرم پودر به صورت میده. و قیافه خود کرم پودرم روی صورت خیلی طبیعیه، یعنی نه زیادی ماته نه زیادی براقه که آدمو چرب نشون بده، نه مثلا اینجوری لیزه روی صورت، و کلن من از این کرم پودر خیلی خوشم اومد. حالا شاید نه برای موقعهایی که میخوام آرایش خیلی کامله، مثلا اونجوری دیدی آرایش های مثلا شب و خیلی کاور بالا و اینا بکنم، ولی واسه همینجوری اتفاقا من از این کرم پودر خیلی خوشم اومد. حالا من یه دور دیگه هم میزنم، نگاه کن مثلا من اینجا جوش بود، اینو درست نتونسته کاور کنه، برای همین میگم که این کاور میدیوم تا فولی که میگه، من بودم مثلا میگفتم لایت تا میدیوم. برای همین من یه دوره دیگه میزنم. و یه خوبی که این کرم پودر باز داره اینه که مثلا شما دو سه دورم که حتی میزنی، به خاطر اینکه من امتحان کردم، بازم اون حالت کیکی و سنگین رو به خودش نمیگیره. علائم کرونا نیست؟ حتی از علائم کرونا نیست؟ خب اینم دور دوم، همینجوری که میبینید کاورش هم یه خورده بیشتر شد، پوستم یه خورده یه دستر کرد، ولی همچنان خوشگل و سبک روی پوست. بعدش میریم سراغ کانسیلر. من کانسیلرم هم با همین اسفنجشون بلند میکنم، در صورتی که در کل بخوام بگم من این اسفنج رو پیشنهاد نمیکنم، یعنی اصلا چیزی نبود که من ازش خوشم بیاد. خیلی اینجوری جای این سوراخ‌هاش روی کرم پودر میمونه. حالا من نمیدونم اصلا توی این فیلم مشخصه یا نه، ولی بعد تازه این برش هم الان میبینین که استفاده میکنم به خاطر این زاویه هایی که داره، این خطا هم باز مثلا زیر چشم برای چیز میمونه هنوز. اگه دورش رو اینو گرد، یعنی منظورم اینه که بدون زاویه درست میکردن، باز مثلا بهتر بود. ولی کرم پودرش رو من پیشنهاد میکنم، ولی نه برای کسایی که پوستشون چربه، به خاطر اینکه کرم پودری نیست که بتونه چربی پوستتون رو کنترل کنه. مثلا اگه پوستتون خشکه یا معمولیه خیلی کرم پودر خوبیه. خب بعدش بریم سراغ کانسیلرش. کانسیلرش رو نگاه کن، وقتی که داری اینا رو میخری، مثلا کرم پودر رنگ 250 با کانسیلر رنگ 250 رو میتونی با هم بگیری، ولی کانسیلر رنگ 250 یه کوچولو از کرم پودر رنگ 250 روشن‌تره. من دوست دارم کانسیلرم حسابی از کرم پودرم روشن‌تر باشه، برای همین رنگ 210 رو گرفتم. اینم کانسیلر است که ببینید چه شکلیه، خیلی بامزه است پکیجینگش کلا، و سر خیلی باحالی هم داره. یه سر اینطوری زاویه دار داره به این شکل قشنگ، مثلا این گوشه چشم و اینا رو میتونی بزنی. این کانسیلر خیلی بافت سبکی داره، خیلی بافت کرمی و نرم و مرطوب کننده ای داره. کاورش هم میتونم بگم مدیومه، نه خیلی کمه نه خیلی زیاده که مثلا بگی مثل تارت شیپ تیپ باشه یا مثلا مثل تو فیس بورن دیسپلی باشه، اونجوریا نیست، ولی کاور به اندازه ای داره. اگر که مثلا خیلی کاور زیاد نمیخوان یا زیر چشمتون خیلی سیاه نیست، میبینی خیلی هم قشنگه، مات و اینام نیست، خشکم نمیشه به اون شکل که فکر کنی مثلا باز مثل تارت زیر چشم. برای همین برای کسایی که مثلا پوست زیر چشمشون یه خورده خشکه یا چروک داره، مثلا نمیخوان از کانسیلر خیلی سنگین استفاده کنن، این خیلی خوبه. اینم باز مثل کرم پودر من امتحان کردم، حالا الانم باز میکنم که شما ببینین. اگر باز بهش اضافه هم بکنی یک عالمه هم بزنی، بازم اون حالت کیکی و سنگین و زیر چشم خودش نمیگیره. ولی کلن به عنوان مثلا یه چیز شخصی، من خودم کانسیلرهایی که یه خورده جوندارترن و
یه خورده کاورشون بیشتره و اینا رو بیشتر دوست دارم. خب این یه دور کانسیلر، حالا من یه بار دیگه میزنم یه ذره دیگه که شما ببینید. خیلی قشنگ کلا کرم پودر کانسیلرش خیلی مثلا پوستو با تراوت و شاداب و همچین سالم مثلا نشون میده. خیلی موقع هست کرم پودر اینا که میزنی پوست آدم انگار خفه میکنه، ولی این اونجوری نیست، مخصوصا اگر کم بزنیشون و بذاری که مثلا پوست خودت هم نشون بده. حالا من الان دارم به عنوان یه آرایش کامل با اینا برخورد میکنم. مرحله بعد میریم سراغ روژگونه. هنوز برانزری نداره این برند. من برای روژگونه دو تا رنگشو خریدم، یه رنگشم به عنوان گیفت باهاش اومد که حالا اینا رو بهتون نشون میدم. روژگونه ها هم چیزن، دو مدل دارن، یک مدلشون هست که مات میشن روی صورت، یه مدلشون هست که یه خورده براقن. ولی از روی پکیجینگش اگه همینجوری بخواید نگاه کنی، مثلا اینو مدلیه که مات میشه، اینو این یکی اون مدلیه که براق میشه. از نظر پکیج هیچ فرقی با هم ندارن که مثلا آدم همینجوری بتونه تشخیص بده. بعد مثلا روشونو بخونی یا مثلا از رو رنگش دیگه حفظ باشی که چجوریه و اینا. من این دوتا رنگ که گرفتم، یکیش رنگ بلیس هست که اینو میزنم روی الان دستم شما ببینید. یه رنگ مثل گلبهی خیلی طبیعی و نود و یه چیز هر روزی خیلی خوشگله. خب یه دونه رنگ گفتم یه ذره مثلا همچین رنگ دارترش هم بگیرم که اونم ببینیم. این یکی یه رنگ صورتیه که منتها صورتیه که گرمه، یعنی صورتی خیلی چجوری بگم، میبین دیگه چجوریه. خب این یکی هم که گیفت اومده یه خورده پر رنگ تره. بذار اول یه ذره از این کم رنگ تره بزنم، از این گل بهیه، بعد یه کوچولو از اون یکی روش میزنم که فقط ببینیم. وی آها ببین اینا، میخواستم بهتون بگم خوب شد که دوباره این اتفاق افتاد. نگاه کن این، اگر که میبینی این خیلی بد در میاد ازش، یعنی خیلی بد حواستون جمع باشه. اینو اگه یه هوی مثلا از این بکشیم بیرون، اون قلمبه که میچسبه به سر اون اپلیکاتور ممکنه پرواز کنه، یه جای فرود بیاد. حالا اون جا ممکنه مبلتون باشه، ممکنه فرشتون باشه، ممکنه لباستون باشه و اینا، خیلی بد حواستون جمع باشه. خب و اینکه این بلاش ها، یعنی این چیزا، خیلی پیگمنتاشون قویه، یعنی باید کم بزنید وگرنه یعنی کل صورتتون رو این رنگ برمی‌داره، که البته چیز خوبیه بعد از اینکه فهمیدین که اینا رنگشون خیلی قویه. واسه همین من کوچولو کوچولو میزنم، اگه خواستم دوباره چیز میکنم، اضافه میکنم. میبینی این یه رنگ خیلی خوشگل و طبیعیه و بلند کردنشون هم خیلی راحته. این اون رنگیه که مات میشه به خاطر نورای خورده توی دوربین کم رنگتر از چیزی که من دارم میبینم نشون میده. برای همین یه ذره دیگه اضافه میکنم که بتونین قشنگ رنگشو ببینین. ولی مثلا اگه اینا نبود و فیلم نبود و اینا، من همون اول که زدم کافی بود، نمیخواست اصلا اضافه کنم. این روژگونه وقتی که مثلا روی صورت خشک میشه انگار که پودر زدی، یعنی حتی یکم از برق اون کرم پودر رو مثلا کانسیلر هم میگیره. حالا من یه ذره این کانسیلر هم زیر چشمم جمع شده، همین الان چیز میکنم، هم اینه که جمع شده رو میبره چون کانسیلر رو من پودر روش نزدم، همین که این مرزش با این روژگونه رو چیز میکنه، یکم بلند میکنه. من از روژگونش هم خیلی خوشم اومد راستش، یعنی خیلی خوب. فقط یه چیزی که هست، حالا روژگونه که خودش ماته، روش اگه پودرم بزنی، یه پودر ترانسلوسنت بدون رنگ، مثلا پودر لورا مرسیه، اتفاقی نمیفته. ولی مثلا واسه اون براقه اتفاقی که میفته با این چیزای مایه اینه که شما نه اینا رو میتونی روی صورتی که پودر زدی بزنی، به خاطر اینکه پودر زیرشو خمیر میکنه و پاک میکنه و گم میزنه، نه اینکه میتونی روی کرم پودر خالی بزنی فیکس نکنی، بعد پودر نزنی، به خاطر اینکه نمیشه که کرم پودر فیکس نکنی مگر اینکه خیلی صورتت پوستش خشک باشه. برای همین خب بعد مثلا روی یه روژگونه براق اگه شما پودر بزنی هم که خب اون برقش میره، یعنی یه جورایی اون خونسا میشه دیگه. حالا من یه ذره از این یکی رنگم میزنم، منتهای اپسیلون. خب اینکه میگم اینا خیلی رنگاش قویه، که اینم ببینیم پشیمون نشم از این کاری که کردم.
درستش میکنی. خب دوباره من این بالاشو با اون سری که کانسیلر زده بودم بلند میکنم که دیگه این انگار که مثلا تا زیر چشمم روژ گونه نیومده باشه. ببین بهتون میگم بعد کرم پودر فیکس کنید به خاطر اینام هستا، میبینی اینجوری خط میندازه اگر که فیکس نکنی همجوری خیس بذاریش. یکم روژ گونه زیاد شد ولی اب نداره دیگه، حالا خواستیم ببینیم که مثلا چه جوریه دیگه. خب بریم سراغ هایلایترا. چند تا هایلایتر مایه داره که اینام این شکلیه. من این رنگی رو گرفتم که با زده بود خود سلینا گومز میزنه به اسم مزمرایز، که یه رنگیه که تقریبا مثلا مثل صورتی برونزه ولی خیلی هم تیره نیست. از این روشن‌تر هم داره، از این تیره‌تر هم داره، مثلا طلایی داره، یه چیزی مثلا سفید داره، سفید سفید نه ولی مثل شامپاینی سفید داره، برونز داره، تیره داره، اینا رو همه رو داره. و اینو باز قبل از اینکه هر گونه پودری به صورتم بزنم میزنم بالای گونم. من اگر مثلا این یه کوچولو رنگش شامپاینی طلاییش بیشتر بود، من خودم شخصا بیشتر دوست داشتم، یه خورده صورتیش کمتر بود، می‌بینی یه خورده زیادی توسیه، توسی صورتیه، ولی قشنگه. به خاطر اینکه حالا الان ببین بلندش که می‌کنم شما می‌بینید خیلی هایلایتر طبیعیه، یعنی مثلا اونجوری اصلا نیست که فکر کنی از اون بره خیابون معلوم باشه این هایلایتری که شما زدی. خب خیلی طبیعی بلند میشه، یعنی برای کسایی که هایلایت طبیعی دوست دارن این یه چیز خیلی خوبیه. ولی حالا این چند روزی که من از اینا استفاده کردم متوجه شدم که کلن هم روژگونه ها رو هم این هایلایتره رو بهتره که این چیه؟ برام یه تیکه از این اسفنجه از کنده شده. این اسفنجه یه ایراد دیگه هم که داره، اینجوری چیز میشه، این انگار خورد میشه میریزه، نمیدونم چرا. خب حالا به هر حال من چیزی که متوجه شدم اینه که هم روژگونه رو هم هایلایتر رو با اسفنج بزنین، حالا با اینم نه، با بیوتی بلندر یا با هر اسفنج، مثلا با انگشت که شروع میکنی زدن انگار که اون کرم پودر زیرش رو شروع میکنه هی حرکت دادن و هی میکس شدن باهاش. من خیلی طرفدار این هایلایترش نبودم راستش، یعنی مثلا میگم آدم بره مثلا پول بده یه همچین چیزی بگیره ولی در آخرم خیلی کار خاصی نکنه روی صورت. خب اینا چیزای پوستیش بود، حالا الان من میرم میخوره زیر چشمم فقط فیکس میکنم، خیلی نمیخوام به بقیه صورتم پودر بزنم که مثلا یه کوچولو به هر حال باید بزنم ولی خیلی نه که برقی که این الان داره رو بگیره، ولی چون که کانسیلر زیر چشمم جمع میشه باید فیکسش کنم، بعد برمیگردم با بقیه چیزاش. حالا بریم سراغ ابرو. برای ابرو یه چیزی داده که من دو تا رنگشو گرفتم، دو سر دارن اینا، یه سرشون مداد ابروه، یه سرشون ژل ابروه. خب من دو تا رنگی که گرفتم، یکی اسمش هست کول براون، این یکی دیپ براون. این سر مدادیشه، تهش مثل اشکه، تهش کلفته. خب و این مدادا خیلی نرمن، یعنی ببین من الان دارم اصلا فشار خاصی نمیدم بهشا ولی مثل خط چشم ژلی همجوری ویژ ویژ میکشه و این چیز خوبی نیست برای مداد ابرو. یعنی مداد ابرو که انقدر وکسی باشه، انقدر نرم بکشه، یه اشتباه کافیه، یه لرزیدن دست کافیه که شما گند بزنید برابتون، بعد خیلی پررنگ در میاد، طبیعی نمیشه. مداد ابروی خوبه که قشنگ حالت پودری و سفت داشته باشه که شما وقتی که میزنین همون لحظه دیگه هرچی رنگ داره مثلا نذاره رو ابرو. خب این ورشم یه ژلیه که همون رنگ خود سر مدادشه و انقدرم اینجوری هم نازک. حالا من الان اون رنگ دیپ براونش رو که استفاده کردم برام تیره بود، این یکی کول براون رو میزنم، شاید این یکی ذره بهتر باشه. بعد خب به خاطر اینم که خودش اون سرش ژله، یعنی از این براشای مثلا تنها نداره، خب یه دونه از اینا مثلا جدا هم باید دم دستتون باشه که ابروتون باش شونه کنه. بیمه الان دارم، یعنی واقعا کمترین فشاری که میتونم رو به این براش میدم. گفتم براش به این مداد،
دارم این زیر رو درست کنم. این یکی باز یه ذره از اون قهوه پر رنگه کم رنگ تره، یه ذره طبیعی تره. در کل من طرفدار مداد ابرو نیستم واقعا، یعنی خیلی کار باهاش برام سخته. شاید اگه کسایی هستن که مثلا دوست دارن اون ابروشون اینجوری مثلا دیدی قشنگ توش رنگ میکنن، وای نمالید دیدی مثلا قشنگ حسابی مثلا چیز میکنن، خیلی اون حالت طبیعی رو دوست ندارن، شاید اونا خوششون بیاد. ولی خب به خاطر اینکه خیلی نرم و وکسیه، خیلی موندگارم نیست، یعنی روی خود پوستم لیز میخوره و یه خود راه میفته و نه که راه میفته ولی مثلا دستت بهش بخوره میره، اینجوری نیست که مثلا خوشش قشنگ خوب بمونه. دیگه من بیشتر از این نمیخوام ور برم به خاطر اینکه هی هر چی بیشتر بزنم پررنگ تر میشه. ولی باز حالا این یکی ابروی بهتر شده خورده، یعنی اگر سعی کنی که باهاش خطای صاف بکشی و قشنگ مثلا قالبی کار کنی باز بهتره تا اینکه بخوای مثل این یکی مثلا باهاش مومو بکشی و اینطوری، اونطوری خیلی جوابگو نیست. خب حالا از این یکی سرش که ژلشه استفاده میکنم که اینطوری ابرو رو صاف کنم. خود روشن کرده ابرومو نه؟ احساس نمی کنی؟ یعنی انگار که مثلا سر ژلش از اون یکی سرش از سر مدادی شده داره روشن تره. حالا امیدوارم خوش میشه ابرو گلی عذاب در نیاد ابرو موکتی. این الان ابروه به مرحله رسیده که من اینو هر چقدر بیشتر بخوام باش بر برم بدتر میشه، در نتیجه من اصلا اینو دیگه ندیده میگیرم، ایگنورش میکنم. خب اینم از مداد ابرو و ژل ابروش. از رژای مایش من دو تا رنگشو گرفتم. حالا شما بدونید قرمزش خب چند تا رنگ مختلف داره، این دوتا به نظر من خب از همه خوشگل تر بود. قرمزش که خب خیلی خوشگله، حالا میزنم میبینین. این یکی مثلا توی سایت سفورا که من نگاه کردم به نظر یه رنگ نود مدیوم میومد، نه خیلی تیره نه خیلی روشن، ولی وقتی که مثلا زدم وقتی رسید به دستم زدم رو دستم دیدم که خوره تیره تر از اون چیزی که من فکر میکردم. در نتیجه شما اینو حواستون باشه. این اسم رنگش هست کوریج. خب من اول اینو میزنم بعد پاک میکنم قرمز رو میزنم که جفتشو ببین. میبینی؟ یه رنگ نودیه که آندرتون ماوی داره، مثلا بنفش توسی. خب دیگه الان من خیلی مته به خشخاش نمیذارم که اینو خیلی صاف و صوف بزنم، دیگه خودتون ببینید که مثلا از نظر رنگ و اینو چه شکلیه. این رژای مایه خشک نمیشن روی لب و همینجوری که میزنی حالت کرمی و اینا که مثلا همینجوری که میزنی همونجوری باقی میمونه، در نتیجه چون خشک نمیشه اینجوری هم نیست که مثلا نماله و نره و اینا، ولی به نسبت خب خوب میمونه تو طول روز، خیلی خیس و اینا که نیست، ولی اینجوری هم نیست که مثلا 24 ساعته و 12 ساعته و اینا هم نیست. خب این از این رنگ اتفاقا خیلی هم رنگ خوشگلیه، حالا یه خط لب هم که باهاش بزنی اتفاقا خیلی هم خوشگل میشه. حالا من پاک میکنم قرمز رو میزنم. خب رنگ قرمزش که همون رنگیه که احتمالاً حالا تو وبسایتشون برین یا تو سایت سفورا بزنین میبینین خودش زده توی عکسش به اسم اینسپایر، که خیلی رنگ قرمز خوشگلیه. از اون رنگاست که آدم تو فیلم ها میبینه، رنگای گوجه‌ای هست که یه خورده همچین به نه که نارنجی ها ولی همچین قشنگ گوجه‌ای اون شکلیه. برای همینم من اصلا به افتخار این رنگ اینو پوشیدم. خب ببین این الان یه دور از این روژه، یعنی من یک بار این یاروشو از این تو زدم درآوردم کلشو زدم، چون که میگم یه چیزی که خشک نمیشه با همون یه بار میتونی مثلا اینو به کل لب بکشونی. خب و یک حالت مثلا خوره طبیعی تری خوره پودری تر و اینا داره، و کاری که حالا من دوست دارم با این روژ میکنم اینه که به خاطر اون سر اسفنجی که خودش داره مثلا یه خورده که دیگه رنگو زدی وقتی دیگه چیزی اونقدر بهش باقی نمونده این دور لبو میتونی اینجوری خورده بزنی، میبینی دورش انگار خیلی مشخص نیست، انگار که مثلا خط لب زده باشه و اینا. حتی بیشترم میتونستم بکنم، مثلا آرایش های کره ای ها رو دیدین که
دور لبشون خیلی مشخصی است مثلا کجا تموم شده، با این روش خیلی راحت میشه اون کارو کرد و خیلی هم خوشگل میشه. حالا فقط برای اینکه ما ببینیم اگه حسابی اینو کلش مثلا لبو بزنی اینو چه شکلی میشه، یه دور دیگه هم میزنم. اینم از این شکلیش دیگه. کج لبم حالا شما فرض کنین که صافه. خب کلا من از این روجش هم خیلی خوشم اومد، هم از قیافش که روی لب چجوری قرار میگیره، خیلی نه ماته نه خیلی براق، اگه کم بزنی ماته مثلا اون یه لایه که زدم، ولی مثلا بیشترم که میزنی خیلی براق و اینا نیست، خیلی هم راحته روی لب. یه چیزی که داشت یادم میرفت که کی باورش میشه داشت یادم میرفت به خاطر اینکه خیلی هیجان داشتم برای این اتفاقا، خط چشمش بود. خط چشمش کو اینجا سفای رفته بود پشت جعبه چیز. خب یه دونم خط چشم مایه داریم که اینم الان با هم میزنیم که ببینیم. البته بذار من یه کوچولو فقط روی کریس چشمم و یه سایه بزنم که اینجا خیلی خالی نباشه. این خط چشم یک خط چشم مایه است که سرش موییه و اگر نگاه کنی خیلی جالبه به خاطر اینکه سرش خیلی خیلی تیزه ولی این قسمت ته سرش روزم میماله، باید حواستون باشه، یعنی منظورم اینجاشه، خب همچین توپلوه، برای همین هم اگر خوب بخوابونیش میتونی یه خط مثلا کلوفتر در بیاری، هم اگر از سرش استفاده کنی چون سرش خیلی تیزه، یعنی مثلا به یه دونه مو خط میشه، میتونی باهاش یه دم خیلی تیز و مثلا با جزئیات خوب مثلا یه خط چشم اونطوری در بیاری. حالا الان من اینو میزنم و شما ببینید. اینم باید اینطوری یه خود همش بزنی. یعنی خیلی هم راحت و آسون میکشه، یعنی روون. این بی خودی بود دیگه، این دومیه بی خودی بود، اصلا نمیخواستم انقدر دومش دراز شه. این تقصیر خودم بود و این تقصیر خط چشمه نیست. ببینید شما من کجا، من همون بودم اول که ویدیو رو شروع کردم، موهام یه خورده خیس بود، که داره خوش میشه دیگه، اونجوری داره وزوزه میشه. ببین این خط چشم خیلی کار باهاش راحته، یعنی اگر شما مثلا یه انسان مبتدی هستین که میخواین خط چشم کشیدن رو تازه شروع کنین اینا، به نظر من این خیلی ممکن میتونه به کارتون بیاد. فقط مثلا کاش یه کوچولو مشکی تر دیگه وای، یعنی تا من میام اینجا ویدیو بگیرم انواع اقسام اتفاقی رو نمیفته. چی میخواستم؟ آها، میتونست یه کوچولو مشکی تر باشه، یعنی مثلا مشکیه ها اگه با هیچ خط چشم دیگه مقایسش نکنی، ولی اگه مثلا چند تا از مشکی ترین خط چشم من بذارم کنار این، میبینی که اونا مثلا یه خورده از این تیره ترن. حالا این یه چیزیه که خب خیلی دوست دارن که خورده مثلا یه ذره طبیعی تر باشه خط چشم، ولی در کل چیز خوبیه و مات هم هست. اگه زیرش سایه خیلی براق نزده باشی، مثلا الان که مثلا من روی پوست خالی زدم تقریبا قشنگ ماته. خب اینم این یکیش. خب اینم از ریمل دیگه، آرایش کامله دیگه. البته خب مثلا برانزر نزدم، خیلی پودر نزدم به خاطر اینکه میخواستم با همین چیزایی که حالا این برند داره دیگه این آرایش رو تموم کنم و مثلا ببینیم که چه شکلی میشه و اینا. ولی در کل حالا بهتون میگم، البته این مونده، این ستینگ سپریشون هم مونده که نوشته 4-in-1 mist. حالا 4 چیه؟ یعنی منظورش از 4 در 1 چیه؟ چه 4 تا کاری رو مد نظرش نمیدونیم، ولی من از اینم استفاده کردم. اولا که اینم اگر نگاه کنین یه اسپری دو فازیه، خب مثل مثلا حالت آب و روغنه، شما اینو بعد میکسش کنید بعد اسپری کنید. خب حالا من الان میزنم شما ببینید.
حالا تا این اسپری داره خوش میشه یه چیز دیگه هم بهتون بگم، چون که رفتم ریمل بیارم یهو چشمم خورد به این خط چشم هدا بیوتی. ببین این یکی که اینوریه خط چشم هدا بیوتیه، این یکی که اینوریه خط چشم ریر بیوتیه. از اون که گفتم مثلا به اون حد مشکی نیست، منظورم این بود. البته این خط چشم هدا بیوتی هم دیگه خیلی مشکیه، یعنی مشکی ترین خط چشمی که من به عمرم دیدم. این اسپری اسپری نیست که شما بزنید و میکاپتون فیکس شه و فکر کنید که الان میتونید برین دیگه مهمونی و بپر بپر کنین و عرق کنین و اینا، آرایشتون رو نگه داره. اسپریه که اتفاقا صورتتون رو براق‌تر و مثلا چیزتر میکنه. در نتیجه اگر پوستتون چربه از این اسپری دوری کنید، ولی برای پوستای خشک و مثلا معمولی یا اونایی که میخوان مثلا زیادی پودر زده باشی روی میکاپت، میخوای خورده براق‌تر بشه و یه خورده خیس‌تر به نظر بیاد، اسپری خوبیه و یه کم هم مثلا پوست و حالت چسبونکی میکنه. یعنی قشنگ معلومه که اون آب و روغنی که روی پوست اسپری میکنین باعث میشه که میکاپ دوباره خیس بشه. ولی یعنی مثلا واسه فیکس کردن میکاپ من پیشنهادش نمیکنم، ولی از نظرهای دیگه اسپری خوبیه. فقط یه کم همین الانم هم که مثلا من زدم دفعه پیشم که ازش استفاده میکنم، بعدش احساس میکنم مثلا یه خورده دور دماغم، اینجاها بالای چشمم، اون جاهایی که مثلا توی صورت خورده حساس تر از بقیه جاها شروع میکنه انگار که خورده گزگز کردن. حالا نمیدونم این مثلا چیز خاصی توشه، باید برم چیزاشو نگاه کنم، مواد تشکیل دهندش رو ببینم، شاید مثلا چیزیه که پوست من خوشش نمیاد. نمیدونم، اتفاقی نمیفته ها، یعنی مثلا نه بعدش پیکو قرمز میشه، نه مثلا جوش زدم، نه چیزی، ولی این یه ذره الانم هی داره مثلا چیز میشه، این اتفاق میفته دیگه. حالا به هر حال دیگه همین دیگه، امیدوارم که از این نقد خوشتون اومده باشه. مرسی که نگاه کردین این ویدیو رو، حتما توی کامنت ها بنویسین که چی دوست دارین دوباره براتون درست کنم. امیدوارم که توی ویدیو بعدی ببینمتون و فعلا خدافظ. این دیگه جدید بودا، امیدوارم توی ویدیو بعدی ببینمتون، نه توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.